خب دوستان، در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای محمد زند از زندانیان سیاسی دهه 60 تا در رابطه با ابراز احساساتشون و اونچه که در زندانهای رژیم شاهدش بودند در زمان رئیسی جلاد و کاری که کردند صحبتشون رو بشنویم. سلام می‌کنم خدمت شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. منم سلام دارم خدمت شما، بسیار خوشحال هستم از این که این خبر رو شنیدیم، این هلاکت این جلاد 67. واقعا من هر لحظه دارم الان به خانواده شهدا فکر میکنم، خانواده شهدای 67 به خصوص. تبریک به شما و همه خانواده شهدا. آقای زند، از شما از زندانیانی بودین که در زمان دهه 60 به طور خاص در مقطع قتل عام شاهد جنایت های این جلاد بودید. اگه ممکنه از احساساتتون برای ما بگید. میگم واقعا بذارید بگم، من برای من زمانی که لاجوردی به هلاکت رسید در ایران بودم. اون موقع همون صحنه الان داره تکرار میشه، خوشحالی بی حد و اندازه مردم، خانواده شهدا که وقتی میرفتی همه شیرینی میدادن، بعد دعا میکردن. البته اون رضا اکبری، علی اکبر اکبری که این رو به هلاکت رسون، برای سلامتیش اون موقع دعا میکردن، ولی خب اون عهدش با خدا بسته بود. به هر حال بسیار خوشحال بودم. اصلا من الان همون صحنه یادم میاد، اون هیولای اوین که اون همه جنایت کرد در طی سالهای 60 و 63، ده ها هزار مجاهد خلق و زندانیان دیگه سیاسی رو اعدام کرد. اون همین همزادش همین رئیسی بود. این رئیسی هم در جنایت حد و اندازه ای نداشت. یه سالها که دیگه شنیدید داستان کرج بوده، همدان بوده، جاهای مختلف بوده، این به خصوص در سال 67 که البته من اون موقع نمیشناختمش، این وقتی توی همون هیئت مرگ دیدمش، بعدها فهمیدم که این خبیث همون رئیسیه. اما اونجا همینطوری، یعنی حرفایی هم که میزد از اون جنس خمینی، جنس لاجوردی، جنس همین خامنه‌ای، جنایت، دیگه چی بگم بهتون، آخه واقعا کلمات حتی اینا رو نمیتونه وصف کنه، انقدر در جنایت و رذالت اینا پیش رفتن. به هر حال بسیار خوشحالم. بذارید بگم بهتون، من وقتی که برادرم اعدام شد یادم میاد که پدرم رو بردن برای اینکه بتونن ازش شناسنامه‌شو بگیرن، شناسنامه رضا رو بگیرن و باطل کنن، بگم حالا به هر طبیعی مرگی مرده ولی به مرگ طبیعی. مثلا برادرتون رو در مقطع قتل عام، بله بله، در سال 67 در سری اولی که بردنشون توی همون گردش با هم بودیم، بردنشون اونجا اعدام کردن، میخواستن اینو یه جوری ماسمالی کنن. بعد پدرم گفته و شناسنامه رو دادم ولی بهتون نمیدم، میبرنش حتی ایوین، بعد چشمند میزنم میبرنش، سه بار اعدام مصنوعیش کردم، گفت بازم بهتون نمیدم، اعدام هم بکنی تازه بینم پیش پسرم. یا خانواده پرویز شریفی که تا ایران بودم اینا لباس عزا از تن در نیاوردن، خانواده بهزاد رمزی اسماعیلی داور بین المللی بدمینتون که عکس بزرگش رو توی خونه زده بودن با یک البته آرم و بعد بغلش هم یک خط سیاه، که یعنی همچنان ما عزا داریم. و بسیاری از خانواده های دیگه، مهران بیغم، نمیدونم خانواده غلامحسین اسکندری، بسیاری از خانواده ها، همین خانواده های قیام 98 که اون موقع این رئیس قوه قضاییه بود، قیام 401 که این مثلا رئیس جمهور همین رژیم بود، این در حد در جنایت هیچ حد و حصری نداشت. برای همین یک خوشحالی تمام عیار برای همه مردم، به خصوص خب ما که تو زندان دیده بودیمش هست. البته تبریک ویژه دارم اینجا برای رهبری مقاومت و به خصوص رئیس جمهور برگزیده مقاومت که در سال 95 با اعلام جنبش دادخواهی کار بسیار بزرگی بود، شناسوندن این جانب به جامعه جهانی بود. از سال 95 تا الان خواهر مریم یک سر این رو گفتن که این رئیسی کیه و چه جنایتایی کرده، برای همین جامعه جهانی الان کاملا میشناسن، این رژیم رو میشناسه، به خصوص رئیسی رو. فکر میکنم که تأثیرات بسیار بسیار خوبی در آینده برای همه ما خواهد داشت. من شنیدم که این هلیکوپترش هم آتیش گرفت و
اونجا جزخاله شده. بله، خدا فقط اون دنیا مجازاتش نکرد، در این دنیا مجازاتش کرد. میزان خوشحالیتون رو مقایسه کردید با کشته شدن جلاد اوین لاجوردی. چرا این مثال رو میزنید؟ چون به طور واقعی دیدم اونو. یعنی ببینید، من وقتی که رضا که اینو به هلاکت رسوند، در عرض 2-3 دقیقه بعد به من خبر دادم. من اون موقع هم خودم نزدیک بازار بودم. بعد اونی که به من خبر داد گفت اونجا زدنش لاجوردی به درک واصل شده. من سریعاً اونجا رو دیگه ترک کردم، رفتم که مثلا خبر رو من تازه بدم به خانواده های شهدا. دیدم همه خبر دارن و همه خوشحال. مثلا یک وضعی بود، شیرینی به هم میدادن. بعد تو خیابون هم که حالا یه مقطعش بوق و چراغ و فلان و اینا. بعد دیگه ولی خانواده شهدا به طور خاص، چون 30,000 تا رو، 10,000 تا رو لاجوردی اعدام کرده بود سال 60. خود من شاهدش بودم. در از 48 ساعته اینا 1,800 تا رو توی اوین فقط به خاطر یک شاه سلطان خمینی، مرگت فرسته، مرگ بر خمینی، اعدام کردن. همین لاجوردی خودش در مصاحبهش گفت. خب این یه همچین جنایتکارای، یه همچین حیولاهای وقتی که به درک واصل میشن، وقتی به هلاکت میرسن، یک خوشحالی اصلا غیر قابل توصیف واقعا داره. من الان بخوام از برخی شهدا بگم، نمیدونم چجوری بگم، ولی اون لحظه ای رو که اونها به خصوص شهدای 67 سر موزه رفتن، مثل محمود زکی، مثل غلام حسین اسکندری، مثل خیلی بچه های دیگه که سر موزه رفتن، وقتی به یاد میارم میفهمم که چقدر باید خوشحال بود که این رئیسی جلاد به هلاکت رسید. و خوشحالیش باشه برای روزی که تمامیت این رژیم و خامنه ای به عنوان ولی فقیهشون در دادگاه های خلق محاکمه و بعد به مجازات برسن. این روز دور نیست و هر روز که میگذره به اون نزدیکتر میشیم. بازم تبریک میگم. درود بر شما. انشاءالله که چنین خواهد شد و این جشن و سرور ادامه پیدا خواهد کرد تا جشن انقلاب دموکراتیک نوین مردم ایران. درود بر شما. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.